سلام و احترام خدمت بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با مجموعه برنامه طب و صادق، معرفی گیاهان جهت درمان بیماری ها، خیلی ها دوست دارند پوست زیبا، شاداب و با طراوتی داشته باشند، که برای داشتن پوست زیبا باید خوردنی های مفید و گیاهان مفید استفاده کنیم. یکی از بیماری های شایعی که در بین افراد زیاد شده و باعث نگرانی و بعضن افسردگی بسیاری از افراد در بر داشته، ریزش مو و بیماری های پوست و موه. مو از موهبت های الهی است، از نعمت هایی است که برای زیبایی انسان و حفظ پوست سر از اشعه های خورشید و دیگر صدماتی که ممکنه به پوست سر وارد بشه. حدیث گوهرباری از پیغمبر اکرم که ایستاده موها را شانه نکنید، ایستاده شانه کردن مو باعث ریزش مو میشه. پیغمبر اکرم اهمیت زیادی به شانه کردن مو، زیبایی مو، زیبایی بدن و نظافت بدن داده است و حدیث معروفی که همه ما با اون آشناییم، النظافت و من الایمان، نظافت نشانه ای است. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب بهمن باقری دارای مدرک فراوری گیاهان داروی درجه یک و عضو مؤسسه تحقیقات حجامت ایران و در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، به عنوان معرفی کننده گیاهان دارویی جهت درمان بیماری های بینندگان عزیز می باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اکبر نجاب هستم، کارگردان برنامه طب و صادق. اثر برنامه علمی آموزشی هستند که در این شبکه تولیدش آغاز کردیم. یکی از دلایلی که ما به این کار رجوع کردیم، یعنی این برای تولید این برنامه اقدام کردیم، این که همونطور که از اسم برنامه برمیاد، برنامه طب و صادق برای طبابت های که از اهمیت هار بوده و در این دوران به فراموشی سپرده شده، الحمدلله در کشور ما چند سالیه که دو مرتبه رونق گرفته و مردم دارن جدا از استفاده از داروهای شیمیایی به طب سنتی قدیم خودشون هم رجوع میکنن و میتونیم یکی دلالش رو میگیم که استفاده از این داروها اثرات سوی کمتری برای بدن داره و سفارش ائمه کلن چه از لازه دینی چه از لحاظ طبی میتونیم بگیم که خیلی خوب بوده و الان دارن استفاده میکنن. یکی از دلایلی که ما این برنامه را شروع کردیم این که ما برنامه شبکه موسم معمولا برنامه‌ای که شامل منبرها بود، سخنرانی ها بود، ما یکم خواستیم تفاوتی ایجاد کنیم در طول برنامه‌مون. به همین ترتیب دنبال سوژه‌های جدید بودیم، اما سوژه‌ای که در رابطه با مسائل مذهبی ما هم باشه و به همین دلیل ما برنامه طب سنت رو در نظر گرفتیم که الان در حال تهیه تولید اون هستیم. 5 قسمتی از اون برنامه ضبط شده و در صددیم که تا 100 قسمت یا بیشتر، بسته به اینکه چقدر ما داروی گیاهی داشته باشیم و بتونیم ما ضبط برنامه رو داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حاجیان هستم که تصویر برداری و طراحی نور و صحنه این برنامه رو به عهده گرفتم. این برنامه یکی از بهترین برنامه های ما میتونه باشه، از لحاظ اینکه هم
مخاطبه اون مخاطبه خاصیه، همین که برنامه خاصیه، همین که زیاد بهش پرداخته نشده فکر کنم تا حالا. برنامه طب و صادق هست که در مورد گیاهان دارویی صحبت میشه، در مورد خواص و بیماریایی که میشه از طریق گیاهان دارویی درمان کرد. در مورد طراحی نور و صحنه این برنامه، حالا خودم فکر میکنم که طراحی صحنه خاصی داشته، حالا از لحاظی که بالاخره استودیوی هست و نمیشه همه چیزو داخل یه استودیو خیلی کوچیک آورد، ولی تا اون جایی که تونستیم یه دکور در خور این شبکه طراحی کردیم و نورش هم به خاطر اینکه استودیو خیلی کوچیک هست، هم واسه خودمون که تصویر برداریم هم واسه کارشناس برنامه خیلی گرمای زیادی ایجاد میکنه، ولی دیگه امیدوارم بیننده های عزیز خوششون بیاد. داروهای گیاهی یادگار گذشتگان و اساتید گذشته ماست، از جمله ابو ریحان و دیگر استادانی که در داروهای گیاهی تبحر زیادی داشتند. داروهای گیاهی عوارضی ندارد و اگر زیر نظر کارشناس و زیر نظر گیاهشناس و متخصص مصرف بشه بدون عارضه است. دوز مشخصی اگر داشته باشید و بدون اون بیمار چقدر و چه مقدار و چه موقع از داروهای گیاهی استفاده کنید به هیچ عنوان عوارض ندارد و نسبت به داروهای شیمیایی داروهای گیاهی ارزان قیمت‌تره، در دسترس تره. ما برای شروع برنامه با توجه به اینکه فعالیت دفترمون هم تازه شروع شده و یک سری از مشکلات برای فراهم کردن تجهیزاتمون داشتیم، یک سری از تصمیماتی که می‌گرفتیم باید خیلی سریع می‌شد تا تولیداتی که داشتیم رو به شبکه برسونیم. از این بابت یک مقدار تحقیقاتمون اون چنانی که باید باشه نبود، اما به هر حال با تلاشی که با دوستان داشتیم، با رازنیایی که کردیم، با یک سری از افراد کارشناس‌ها راهنمایی گرفتیم و در نهایت با یکی از دوستانم به نام آقای باقری قرار شد که این برنامه را ضبط داشته باشیم. ما سعی کردیم با کمترین امکانات خودم، یعنی با امکانات موجودی که داشتیم، این برنامه را ضبط بکنیم. میبینید که کل اکسسوار صحنمون از چند دارو و یک طبق و یک میکس شکل گرفته که من فکر میکنم برای شروع بد نباشه. در ابتدا از خود آقای باقری و خواستیم که صحبت‌هایی داشته باشه، اما در آینده تصمیم داریم که یک موجی هم داشته باشیم تا احتمالاً سوال‌ها و شبهه‌هایی که برای بینندگان از اون پیش میاد ما بتونیم از طریق موجی انتقال بدیم و جواب‌های لازم رو انتقال بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه طب و صادق قراره که 100 قسمت ضبط بشه به کارگردانی آقای نجارپور که تدوینش همزمان داره انجام میشه، یعنی بلافاصله بعد از ضبط ما کپچر میکنیم و سراغ تدوین میریم. امروز ضبط سوممون بود. انشالله هرچی زودتر سعی میکنیم که به پخش برسونیم. این برنامه تایمش 25 دقیقه است الی 30 دقیقه. نظرم این بود که یه میان برنامه داشته باشیم بینش. حالا بالاخره خدا آقای نجارپور نظر میدن. تدوین هر برنامه یه نیم روز یا حداقل یه صبح تا شب طول میکشه و ما انشالله سعی میکنیم که هرچی زودتر به پخش برسونیم و مشکلی تو این قضیه نداشته باشیم. خب ما تو بحث هنر فعالیت داشتیم، حالا اینکه امام حسین عنایت کرده که بیایم داخل این دستگاه و اینجا فعالیت ادامه بدیم باید سپاسگزار باشیم. سالیانی که در امر بازیگری، نویسندگی و چند سالی هم در کارگردانی چه تئاتر چه فیلم من کار کردم که تجربه‌ای کسب کردم، اما خارج از هر
حالا جلوی دوربین قرار گرفتنی، بگم که یک واقعیت این که خیلی دوست دارم که تو این شبکه دارم کار میکنم، یکی از آرمان هایی من بوده. یعنی به من بگو چگونه میاندیشی تا به تو بگویم آینده تو چگونه خواهد بود. اینی که الان من اینجا حضور دارم 100% و مطمئنم که ناشی از تفکرات قبلی من بوده. قبلا به این فکر بودم که بتونم کارهایی داشته باشم، مجموعه‌ای داشته باشیم که تمام اون دستاوردهای شهری خودمون که اکثرا هم مسائل مذهبی هست رو به تصویر بکشیم. یک لطفی بود از طرف خداوند به نوع تفکری که ما داشتیم و خدا رو شکر میکنم که با مجموعه که داریم به این هدف خوبمون نزدیک میشیم و انشاءالله در تعالی اون هم تلاش میکنیم. من کوچکتر از این هستم که بخوام توصیه‌ای، پیغامی، چیزی بدم و منتها از همین جا، از همین موقعیت استفاده میکنم و تمام بیننده ها را ازشون میخوام که برای معرفی بهتر شبکه به دوستان آشنای خودشون سعی و تلاش خودشون رو داشته باشن، چرا که برنامه شبکه امام حسین حالا نجدیدن چند سالی است که فعالیت میکنه، اهداف خیلی بالایی برای تولیداتش داره و این بهتر نمیشه مگر با راهنمایی ها، مگر با انتقادات، مگر با پیشنهادات بینندگان عزیز. پس از افرادی که بیننده این شبکه هستن تقاضا دارم که به تمام دوستان و آشنای خودشون دیدن این شبکه رو سفارش بدن. بسیار حس زیبا و حس عالی دارم از اینکه با شبکه جهانی امام حسین علیه السلام همکاری میکنم و امیدوارم با معرفی این گیاهان بتونم قدمی در درمان بعضی از بیماری ها داشته باشم، چون امامان معصوم و اهل بیت ما احادیث بسیار بسیار زیادی در این مورد و در مورد درمان با گیاهان دارویی دارند. من الان حدود 2 ماه که مشغول خدمت هستم تو یکی از دفاتر شبکه امام حسین. من قبلا جای دیگه مشغول به کار فیلم سازی بودم، حالا کم زیاد، ولی هیچ وقت حالا درک نکرده بودم که ممکنه فیلم سازی، تصویربرداری، تدوین یا حالا هرچی ممکنه یه لذت های اینجوری هم داشته باشه. تا حالا تجربه نکرده بودم که هم هنر باشه، هم خدمت به ائمه باشه، همون لذت معنویش باشه، هم این لذت هنریش. و میتونم بگم که لذت هنر کنار معنویت خیلی بهتره، بهتر از لذت هنره کنار خیلی از چیزای دیگه. و خوشحالم که انتخاب شدم واسه خدمت تو این شبکه و خیلی خوشحالم که این اجر معنوی نصیب من شد. شکر خدا دعای سحرها گرفته است دست مرا کرامت آقا گرفتن